Asaya dikim oboran hep akşam bir yerim aramızda. Yeah, I'm not sure.
پیغمبر خواب دید بوزینه و میمون از منبرش میره بالا، اینقدر ناراحت شد، نگران چی کنه. وحی نازل شد و ما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنة للذین آمنوا و شجرة الملعونة فی القرآن. این بوزینه هایی که دیدی یک شجره ملعونه است از نسل خبیث ها، اینا مدت حکومت رو میگیرن از منبر تو میرن بالا. یا رسول الله اینا کیان؟ فرمود بنی امیه. امام حسین فرمود به حر ابن یزید ریاهی که از جدم رسول خدا شنیدن که اگر معاویه رو بر منبر من دیدید بکشید. اینجا هم ام البنین خواب دید و پدرش گفت، پدرش رو صبر کن، معبر خوبی داره مدینه، من دعوتش کنم. دعوتش کرد، معبر خواب رو تعبیر کرد، گفت ولی این خواب سله داره، هدیه داره. و باشه در خدمت هم میدم. گفت همینقدر بگم کسی به خواستگاری این دختر میاد که در فضائل و کمالات چون خورشید دست نایافتنی است، اینقدر بلند مرتبه از کسی به اون نمیرسه. وای خواستگار این دختر میاد ازدواج میکنه، خدا چهار تا پسر بهش میده، اولیش مثل ماه هست در فضائل و کمالات و زیبایی میدرخشه. خوشحال معبر رفت دیدن در میزنه. کیه؟ عقیل. گفت برای امر خیره، خواستگاری. گفت عجب اون مرد بزرگ کیه که چنین انسان بزرگی رو فرستاده؟ گفت او امیر المؤمنین علی علیه السلام. اشک از چشمان پدر ام البنین سرازیر شد، حرکت کرد، آمد سراغ دخترش. خواب تعبیر شد، دخترم علی خواستگار آمده، ولی من نگرانم. مادر ام البنین گفت چرا نگرانم؟ گفت آخه اینجا خانه فاطمه زهرا دختر پیغمبر، نکنه وقت دخترم بره اونجا حرمت این خاندان رو نگه داره. مادر ام البنین گفت نگران نباش، این بچه‌ای که من تربیت کردم، من میدونم این بچه لیاقت این خانه رو داره، حرمت این خاندان رو نگه میده. حالا عروس رو سوار کردن میبره خانه بخت. یک وقت رسید نزدیک خانه امیر المؤمنین، ام البنین صدا زد، نگه وایستی